عزیز جمون نکنه چی دوستم نداشتی، عزیز جمون نکنه سر به سرم میذاشتی، عزیز جمون دل من از تو جدا نمیشه. نسرین از ستاره های موسیقی پاپ دهه 50 و یکی از خواننده های پرکار در زمینه شایع تلویزیون و بزم‌های موسیقی اصیل بود. اون زمان آوازش از طریق تلویزیون نوپای رنگی به سراسر ایران رسید و خیلی زود راه 100 ساله رو یه شبه طی کرد. طرفدارای زیادی هم پیدا کرد. اما آخرین برنامه تلویزیونی که اجرا کرد نوروز سال 57 بود. بعد از اون برای همیشه خوانندگی رو کنار گذاشت. سلام. من زهرالملکم و اینجا کانال شهر فرنگه. لطفا قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید و در ادامه با من همراه باشید. نسرین کیوانفر با اسم هنری نسرین 31 فروردین سال 1328 در تهران به دنیا اومد. از کودکی به خوانندگی علاقه داشت و خانواده‌اش هم متوجه این استعدادش شده بودند. بعد از اینکه دیپلم گرفت به استخدام وزارت کشاورزی در اومد و منشی مدیر کل شد. به واسطه همین شغلش تو مهمونی‌ها و محافل بزرگ دولتی رفت و آمد داشت و به خاطر علاقه و صدای خوبی که داشت همیشه مورد توجه قرار می‌گرفت. تو یکی از همین محافل رامش که اون موقع خودش هم جز خواننده‌های تازه کار بود و یکی از دوستای نزدیک نسرینم بود حضور داشت و بعد از اینکه نسرین شروع به خوندن کرد ازش پرسید تو صدات خوبه، چرا نمیخوای خواننده بشی؟ نسرینم میگه به خاطر کار وزارتی نمیتونم اینجور فعالیت ها رو داشته باشم. اما رامش یه کمپانی صفحه پرکنی رو به اون معرفی میکنه و فعالیت نسرین از همونجا شروع میشه. خودش گفته راستشو که بگم خیلی اتفاقی پیش رفت و من اصلا نفهمیدم که چجوری شد که من معروف شدم و خواننده. همیشه هم میگم انگار که یه شب راه 100 ساله رو رفتم. سال 52 به رادیو ایران پیوست و با اجرای ترانه ای از تو گفتن ساخته ی حسین صمدی بین مردم شناخته شد. اون به خاطر سبک خاص خوندنش که تلفیقی از موسیقی اصیل ایرانی در بستری از موسیقی پاپ بود تونست تو دهه 50 شهرت زیادی پیدا کنه. اما اوج فعالیتش با شروع اوج کار تلویزیون و محبوبیتش در بین مردم اتفاق افتاد. اون زمان تازه تلویزیون رنگی به خونه‌های مردم راه پیدا کرده بود. برنامه تلویزیونی رنگارنگ هم برای اولین بار با سبکی غربی و نو هر پنجشنبه و جمعه از شبکه 2 به مدت 30 دقیقه پخش می‌شد. این برنامه با اسم نسرین گره خورده و اولین خواننده‌ای که به این برنامه دعوت شد نسرین بود. برنامه گلها به قدری گل کرد و مردم طرفدار شدن که زمان پخشش خیابونا خالی می شد و اونا رو پای تلویزیون و برنامه محبوبشون میخکوب می کرد. اون زمان تلویزیون تازه کار جو شاد بود و برخلاف شورای سختگیر موسیقی رادیو که اجازه خوندن به تازه کارا رو نمی داد از خواننده های جوون و تازه کار استقبال زیادی می کرد. تا اون زمان هم کمتر پیش اومده بود که خواننده های مشهور توی محفل جمع بشن و برنامه اجرا کنن. برای همین این برنامه خیلی تک و خاص بود. به حدی که بین کشورهای همسایه هم طرفدارای زیادی پیدا کرد و این برنامه به اونجا هم فروخته می شد. نسرین به همراه گوگوش و ستار سفیر هنر ایران بود و در بسیاری از کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان، پاکستان و بحرین برنامه اجرا می کرد. ترانه عروس اون به شدت طرفدار پیدا کرده بود. خودشون دوران رو اینطور یاد کرده. یادم افغانستان پادشاه داشت و صدام حسین معاون رئیس جمهور عراق بود. من و آقای ستار و خانم گوگوش از طرف دولت می رفتیم و خیلی هم برای ما دیدن این کشور را جالب بود. چون اون موقع مد بود همه می رفتن اروپا و کسی به دیدن این کشور را نمی رفت. نسرین همچنین پای ثابت برنامه هایی بود که دربار و دولت وقت ایران برای مهمونای خارجی ترتیب می داد. از جمله رئیس جمهور مکزیک و هنری کیسنجر که برای اونا هم برنامه اجرا کرده بود. اون تو مدت کوتاه کاریش
فعالیت زیادی داشت و تو برنامه‌های مختلف زیادی شرکت کرد. سال 57 همزمان با انقلاب نسرین ازدواج کرد و بعد از ازدواج همسرش مخالف کارش بود. به همین خاطر فعالیت هنریش رو برای همیشه رها کرد و به همراه خانواده‌اش به آمریکا رفت. اما به لطف نوارها و تصاویر به جا مونده، به ویژه از برنامه رنگارنگ تلویزیون ملی ایران، در بین همه نسل‌ها اسم و ترانه‌هاش بر سر زبون‌ها موند. انقلاب که پیروز شد، طبیعیه که دیگه نمیشه انتظار داشت همون فضای پیش از انقلاب ادامه داشته باشه. به خصوص تو دنیای هنر که اون سال آخر آشکارا با الگوی غربی حرکت میکرد و طبیعی بود که یکی از اولویت‌های انقلاب تغییر این فضا باشه. این اتفاق هم خیلی زود رخ داد. در سینما، تئاتر، تلویزیون و البته موسیقی. موسیقی اما حکایت دیگه ای داشت. موسیقی و به خصوص شاخه های پاپ و راک و البته تمام خواننده های زن از طرف حکومت تازه مستقر شده نمادی از اون دوران قبل بودن. خواننده هایی که داستانه زیادی دربارشون نقل می شد. غیر از چهره های مهم به ویژه خواننده ها بار ظفر بستن و رفتن. ایده ای اما دلشون به رفتن نبود. موندن اما بیکار شدن. نسرین در حال حاضر به همراه همسر و دخترش سروناز در ایالات ویرجینیای آمریکا زندگی میکنه. اون تو مصاحبه ای گفته من قبل از انقلاب به همراه همسرم به آمریکا مهاجرت کردم و دیگه کار خوانندگی رو ادامه ندادم. همیشه دلم میخواست که زندگی شخصی آروم و خصوصی داشته باشم که خدا رو شکر بهش رسیدم و در کنار همسر و دخترم سروناز سالهای آروم و شادی رو زندگی کردیم. اون در طول دوران فعالیتش بیش از 50 ترانه خونده که حاصل همکاری با بزرگایی مثل حسین صمدی، عباس شاپوری، فریدون خوشنود، جهانبخش بازدوکی و جواد لشکریه. سال 74 کمپانی کلتکس رکورد گلچینی از بهترین های نسرین در دهه 50 رو به اسم آلبوم عروس منتشر کرد. در حال حاضر نسرین در صدد تهیه آلبومی به اسم غربته که تعدادی از آهنگای اون بازخونی آهنگای قدیمی و بقیه آهنگای جدید هم با همکاری محمد حیدری آهنگساز و امیل ترانه سرای ایرانیه که تماماً در دستگاه‌های ایرانی اجرا شده. آبان 96 نسرین برای اولین بار بعد از انقلاب در یک گفتگوی مطبوعاتی با بی بی سی شرکت کرد. همچنین فروردین 1403 هم مهمون ویژه برنامه نوبهار صدای آمریکا شد و از خاطرات رنگارنگ و سالهایی گفت که صدای زن در ایران ممنونم بود. مرسی که با این داستانم همراه من بودین. لطفاً برای حمایت از من این پست رو لایک کنید، نظرتون رو کامنت کنید و اگر تا به حال عضو کانال شهر فرنگ نشدین، با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش عضو کانال ما بشین و از پستای بعدی من باخبر بشین.